از انتقاد به بیلبوردهای هفته کتاب تا حمله خزایی به بخشی از آثار سینمایی. در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از نمایش کتابها و نویسندگان ناشناخته در سطح شهر تا حمله رئیس سازمان سینمایی به بخشی از فیلمها و توصیف آنها به سخیف و مبتذل و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. نمایش آثار و نویسندگان ناشناخته در سطح شهر همزمان با برگزاری هفته کتاب و در اقدامی از سوی خانه کتاب بیش از 2000 اثر از 100 نویسنده ایرانی در بیش از 600 تابلوی شهری در سطح شهر تهران به نمایش گذاشته شد. ناشناخته بودن بسیاری از این کتاب‌ها و نویسندگان باعث تعجب بسیاری از اهالی فرهنگ و کتابخانان شد و در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از این نگاه گزینشی گلایه کردند که چرا نویسندگان و آثاری به نمایش درآمده که کمتر کسی آنها را می‌شناسد و چرا در این طرح‌ها اثری از بسیاری از افراد و کتاب‌های مهم وجود ندارد. با این حال علی رمضانی مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر 29مین دوره هفته کتاب این اقدام را بی‌نظیر توصیف کرده و گفته تا کنون چنین کاری برای معرفی مفاخر اهل قلم و نویسندگان انجام نشده بود. این اقدام نتیجه همگرایی چند دستگاه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان زیباسازی شهرداری تهران است. 29مین دوره هفته کتاب از 24 آبان آغاز و تا 1 آذر با شعار جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم در سراسر کشور ادامه داشت. انتخابات اولین دوره انجمن صنفی نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر. اولین مجمع عمومی انجمن صنفی نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر 26 آبان در عمارت خانه تئاتر با حضور 125 نفر از اعضا و با حضور ناظر وزارت کار برگزار شد. پس از تصویب اساسنامه انجمن، رحیم رشیدی تبار، آرام محضری، حمید رضا نعیمی، بهزاد صدیقی و جواد عاطفه به عنوان اعضای اصلی و شهرام احمدزاده و ندا قربانیان به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و سمیه نصراللهی و مریم منصوری هم به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. انتشار فراخوان 16مین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر. 16مین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر امسال برگزار می‌شود. در این دوره از جشنواره آثاری که برای نخستین بار در سال 1399 به زبان فارسی و با مجوز وزارت ارشاد در داخل کشور منتشر شده باشد در 5 گروه ادبی شعر کلاسیک، شعر نو در قالب‌های نیمایی و سپید، شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر که مختص پژوهش‌های حوزه شعر است ارزیابی می‌شود. بر اساس این فراخوان آثاری که در سالهای قبل با عنوان دیگر یا توسط ناشر دیگری به چاپ رسیده یا به صورت گزیده آثار قبلی باشد داوری نمی شود. دبیرخانه جشنواره تنها آثار ارسالی از سوی مؤلف یا ناشر را در روند داوری بررسی خواهد کرد. حمله رئیس سازمان سینمایی به بخشی از آثار سینمایی. رئیس سازمان سینمایی با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت، مشکلات و چالش‌های سینما ارائه کرد. محمد خزایی در بخشی از این گزارش با اشاره به لزوم بازنگری و تغییر در آیین‌نامه‌های تولید و ارزشیابی و ضرورت انطباق با الزامات فرهنگی کشور گفته بخشی از تولیدات سینمایی قابل دفاع نیستند و در شأن یک خانواده ایرانی و مسلمان نیست. قطعاً از این پس به آثار ضعیف و سخیف پروانه ساخت و نمایش نمی‌دهیم، زیرا سینمای ایران سینمای فرهنگی، اندیشه محور و سینمای خانواده مدار است. او همچنین گفته مردم دوست دارند فیلم سالم ببینند. ما مخالف فیلم در حوزه‌های سیاسی یا ژانرهای دیگر نیستیم، اما در دولت جدید هیچ مجوزی برای ساخت فیلم‌های سخیف و مبتذل صادر نمی‌کنیم. صحبت‌های خزایی باعث واکنش ابوالحسن داوودی کارگردان سینما شد. داوودی گفته اگر مسئله فقط مقابله با فیلمسازی است که به نظر آنها پایش را از گلیمش درازتر کرده، قطعاً نیاز به صراحت و شجاعت بیشتری در ابراز نظر وجود دارد و نوعی بدعت‌گذاری هم محسوب می‌شود. اما اگر این پیام کلی برای همه فیلمسازان است، باید مدیریت فرهنگی ابتدا تعریف قاعده‌مند ابتذال را روشن و اعلام کند، چون معمولاً این روش کسانی است که خود را متولی همه امور مردم می‌بینند، به جای آنها انتخاب می‌کنند و تصور می‌کنند حق دارند خود را معیار ارزش‌گذاری قرار دهند. داوودی معتقد است این اظهارات یا برای محدود کردن دایره کار برخی فیلمسازان است یا اینکه نمی‌خواهند بعضی فیلم‌ها مثل آثار اجتماعی افشاگرانه ساخته شوند. او می‌گوید نگاه این افراد شبیه همان عده‌ای است که نام طرح محدودیت اینترنت را سیانت گذاشتند.